درود ویژه دارم آقای علیوف رفت به روسیه و یک توافق تحمیلی رو امضا کرد و این توافق همون روز هم توی سایت قرار گرفت. من بخشی از این بندها رو مطالعه کردم، بسیار عجیبه. ما در نظم نوین جهانی قرار داریم، تو تغییرات ژئوپلیتیکی متفاوت از سطح روابط کشورها. دوستان، اون چیزی که روسیه سال 1390 بود، ایران 95 بود یا چین 2018 بود، اینه متفاوته. الان شرایط جدیدیه. به یک همگونی تو حوزه شرق داریم میرسیم. محورهایی رو من تعیین کردم: محور مسکو تهران، مسکو پکن تو حوزه شرق، یه محور مسکو برلین هم داریم که فعلا به نتیجه نرسیده. تو محور مسکو تهران، مسکو پکن، من عنوان کردم سه کشور از بود حوزه شرق، سطح کوریدورهای تازه تأسیس شده، تعریف شده و تجارت، انرژی، امنیت با محوریت مقابله با آمریکا و غرب شکل گرفت. منطقه ایران، از خود ایران تا شامات و تا شمال آفریقا اتفاقات افتاد. توی اتیوپی، توی یمن، توی گینه، توی مالی، توی بورکینافاسو، بیاید پایین تر، مصر پتانسیلش آزاد شد، سودان رو بندر پورتش رو روسا اونجا کامل اشراف دارن، توی بخش فلسطین، لبنان، سوریه، عراق هم حوزه غرب کاملا تسلطش از دست داده، تو بخش قفقاز هم درگیری آذربایجان ارمنستان با محوریت ایران و روسیه، کنار زدن ترکیه ثمر گرفت، کوریدور به ایران داده شد، اتصال راه هم به روسیه داده شد. توی بخش آسیای میانه هم قزاقستان اون محور نورسلطان نظربایوف و اطرافیانش که به ترکیه و اسرائیل خیلی نزدیک بودن و بریتانیا عقب زده شدن، یه رئیس جمهور جدید اومد، توافقات با در واقع همین محور مسکو تهران، مسکو پکن با تک تک این کشورها داره اوج میگیره. میبینی سطح توافقات تجاری خیلی بالاست، خیلی زیاده. تو اون مقطع قزاقستان من دو تا تحلیل ضبط کردم، عنوان کردم که قزاقستان از طریق روسیه، ساختار سیاسیش به روسیه منعطف میشه، از طرف اقتصادی میاد متصل میشه به ایران، بخش گاز و نفتش میاد توی ایران و این توی پالایشگاه‌های ما تبدیل میشه، برمیگره، برای ما خیلی منافع داره. خیلیا به من حمله کردن و من عادت کردم به این مباحث، خیلیا نمیپذیرن. این نظم نوین یکی از محورهاش ایرانه، باید بپذیریم. تو اون فضا میبینید که توافقات سواپ گازی و نفتی قزاقستان با ایران هم الان داره انجام میشه با سفر چند روز آینده، یک به یک کشورها دارن توافق میکنن. توی بخش آذربایجان ما یه دونه اسرائیل داریم اونجا، خیلی حضور داره، یه ترکیه داریم، بریتانیایی‌ها تو حوزه نفت و گاز حضور دارن، روس‌ها اونجا به شدت حضور دارن. چه اتفاقی افتاد؟ الهام علیوف بسیار بسیار تمایل داشت با ترکیه بیاد یک بازی دیگه انجام بده، یک اتصالی انجام بدن به نخجوان و ترکیه، یک کوریدور جدید و پروژه لاجورد و ایران و روسیه رو دور بزنن. یعنی کشورهای حوزه آسیای میانه، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و بخشی از افغانستان که از آقینه میاد به ترکمن باشیم، میاد به بندر باکو، الان از گرجستان میره به اروپا، نمیخواستن از یه مسیر دیگه بیارنش و همینطور انرژی رو از ترکیه برن به سمت اروپا. خب این مهار شد، کاملا مهار شد از طرف ایران و روسیه، ولی باز هم میدید آذربایجان تمام تلاشش رو میکرد در کنار ترکیه تعریف شه. این دو با هم یک فضای ضد روسی گرفتن. ابتدا الهام علیوف در تا اوکراین یک سری صحبت‌های تند انجام داد که اوکراین رو باید به رسمیت بشناسیم، روسیه نباید بره به سمت دونباس و اینجور مباحث. خوشبندش هم آقای اردوغان یه سری مباحث خیلی محکم صحبت کرد قبل از اینکه بره اوکراین، مجدد رفت توی اوکراین، مواضعش رو برد به سمت ضد اروپا، رفتار اردوغانی دیگه. اومد تو ترکیه، مجدد رفتار ضد روسی گرفت در رابطه با پذیرش دونباس و تنبیه شد با دستور آقای پوتین. آقای الهام علیوف سراسیمه به روسیه میره، توافقاتی در مقابلش قرار میدن که این توافقات رو امضا میکنه و این توافقات چی هست؟ دوستان، چند تا از این بندها رو میخوام براتون بگم. یک سری از بندها راجع به سطح مناسبات نظامی فنیه، اما یک سری از بندها متفاوته. اول از همه تجارت باید بر اساس پول دو کشور باشه.
عنوان کرده بودم. روسیه تصمیمشو گرفته، حوزه شرق تصمیمشو گرفته در مقابل آمریکا بایسته. نیاز دارم به یک تجارت بدون دلار، چون اونها تحریم خواهند کرد، تحریم میکنن، اما تو حوزه شرق اگر تجارت غیر دلاری شکل بگیره توی حوزه شرق امکان پذیره. کشورهای حوزه شرق میتونن، شما یک وقت بخوای با کشور حوزه غرب تجارت کنی اون بحث شوراست، ولی توی حوزه شرق امکان پذیره. توافق غیر دلاری هند و روسیه، ایران و چین، چین و روسیه، در امتدادش توافق روسیه با آذربایجان، این در واقع یکی از موارد هست. میگه فدراسیون روسیه و آذربایجان از هر گونه اقدامی که به شراکت راهبردی و روابط متحدانه دو کشور آسیب بزند خودداری میکنند. یعنی باید همسوی با منافع ما رفتار کنه آذربایجان. فدراسیون روسیه و آذربایجان قاطعانه از فعالیت‌های سازمان‌ها و افراد در سرزمین‌های خود علیه حاکمیت استقلال و تمامیت ارضی طرف مقابل جلوگیری می‌کند. یعنی اگر اسرائیل بیاد توی آذربایجان طرح انرژی داشته باشه که منافع روسیه رو در بر نگیره، این باید جلوگیری شه. حالا در امتدادش میگه طرفین از هر گونه اقدام علیه یکدیگر از جمله اقداماتی که از طریق کشورهای ثالث انجام میشود خودداری خواهند کرد. یعنی ترکیه توی آذربایجان پلن ضد روسی ایفا کنه، خودداری شود. فدراسیون روسیه و آذربایجان از انجام هر گونه فعالیت اقتصادی که به طور مستقیم و غیر مستقیم به منافع طرف دیگه لطمه میزنند خودداری خواهند کرد. هیچ پروژه جز پروژه یک کمن یک راه با محوریت جغرافی ایران حق ندارن انجام بدن. پروژه لاجورد، هر پروژه در امتداد شب. خیلی از دوستان بگن آذربایجان که رفت در آغوش روسیه، در امتدادش رو ببینید حوزه شرق بر اساس 4 قدرت مرکزی بنا شده. 3 قدرت مرکزیش مسکو، تهران، مسکو، پکن، چین، روسیه، ایران. اگر این کار رو نکنن شکل نمیگیره. یعنی تنها راه حوزه شرق این هست. اگر روسیه منافع خودش رو ببینه، ایران نزدیک میشه به غرب برای مقابله با روسیه. اگر چین هم به همین شکل یا معکوس، یعنی این فرایند همیشه بود. دیدید که چین اومد تو ایران، ما نزدیک به غرب بودیم، چین رو رها کردیم. ما رفتیم نزدیک به غرب تو اون سالهای 91 و 92. دیدید که اینا توی سال 89-90 توی شورای حکام بر علیه ما تصویب قطعنامه رو همکاری کردن. این فضاییه که هر سه کشور به شدت نیاز دارن. توی امتدادش میگه طرفین با جدیت برای فراهم کردن شرایط حمل و نقل کریدور شمال و جنوب، همه کریدور ایران، تمام اراده خود را به کار میبندن. خیلی از بندهای دیگه است، فکر کنم کافی باشه. آذربایجان دومین قربانی حوزه شرق و نظم نوین هست. چرا از کلمه قربانی استفاده میکنم؟ شاید دوستان نگران بشن. جمهوری آذربایجان منافع زیادی خواهد برد تو حوزه شرق، یک نقطه کریدوری با منابع نفتی گازی، اما به شرطی که تو حوزه شرق بازیگری کنه. ببینید وقتی که تغییرات ژئوپلیتیکی آغاز میشه متفاوته. دوستان توی تحلیلات و خواهشی که دارم دقت کنید روسیه 5 سال پیش، ایران 5 سال پیش یک روابطی دارن، الان متفاوته. الان ابزار فشار حوزه غرب بر شرق از بین رفته، پس تغییرات ژئوپلیتیکی صورت میگیره. توی تغییرات ژئوپلیتیکی ایران تو سوریه بود، ترکیه بود، عربستان بود، خود روسا بودن، توی قفقاز، توی آسیای میانه این رقابت ها انجام شد، بازندگان و برندگان مشخص شدن. حالا رفتیم تو بخش تثبیت ژئوپلیتیکی. حالا این کشورهای کوچک دیگه نباید بازیگری کنن، تموم شد. حالا باید تحت اون نظمی که داره شکل میگیره خودشون رو تعریف کنن. متوجه میشید؟ آذربایجان باید توی این نظم خودش رو تعریف کنه. این نظم برمیگرده به همون محور روسیه، تهران، چین. یه مثال دیگه، 2 ماه پیش من تحلیل داشتم توی کانال تلگرامیم، یک سری توافقات تحمیلی بین ایران و آذربایجان امضا شد. بخش راه آهن آستارا رو آذربایجان مکلفه بیا تکمیل کنه از بندر امیرآباد ما تا پهنه سالیخ شد. پلی رو بعد بین یک رودخانه‌ای که اونجا عنوان می‌شد آذربایجان بعد بزنه بین ایران و میزان خریدش از تولیدات داخلی ما رو بعد افزایش بده. خیلی از موارد بهشون تحمیل شد و این فضاییه که
این تحمیل که میگم شاید بیادبانه باشه، من میپذیرم، باید یه مقدار فضا تخصص تر باشه، منافعش تعمیم شد در واقع ازدواجات تو حوزه شرق منافعش تعمیم میشه، اما جایی بوده که دایره نفوذ اسرائیل بوده، ترکیه بوده، بریتانیا بوده و این فضا با تثبیت حوزه شرق دیگه این کشورها نمیتونن تاثیرگذار بشن. آذربایجان باید بر اساس منطق حوزه شرق سیاستش تعریف کنه، مثل کاری که آقای پوتین بهش تحمیل کرد. اگه نکنه، آقای پوتین یه نکته گفت، گفت اوکراین متفاوته، ما اوکراین بحثش اینه که می‌خواست بره ناتو، تسلیح شده بود، کاملا ساختار سیاسیشو غرب چیده و داره بازیگری میکنه، ما رفتیم برای گرفتنش. ما با کشورهای دیگه که از تا جمهوری شوروی جدا شدن تمامیت ارزشون رو به رسمیت میشناسیم، اما به شرطی که تو این تغییرات ژئوپلیتیک همسو با حوزه شرق باشن، نه یا قطع اتصال انجام بده بین کریدور ایران تا روسیه به اروپا، نه یا انرژی رو بر علیه روسیه و فضا ایران ببره به اروپا برای آسیب زدن، این انرژی از طریق حوزه شرق بره اروپا. اینا مباحثی که خیلی جدیه. ترکیه بازنده بزرگ هست. ترکیه من بارها عنوان کردم توی سوریه مهار شد. ترکیه وقتی تو سوریه مهار میشه میره تو پلن بی. اونا تو عثمانیگریشون تو سایکس پیکویی که بریتانیا و فرانسه انجام دادن مصر و لبنان و سوریه و فلسطین رو از دست دادن و بخشی از عراق. اون مقطع سرخورده شده بودن جنبش جوانان ترک، رفتن به سمت ترکستان بزرگ، اتصال به آسیای میانه. ارمنستان اون وسط بود، هجوم و کشتار وسیع. اون پیاده روی که تا دیر و زور بردن بین 300 تا 1.5 میلیون نفر آدم میگن کشته شد. البته خود ترکا میگن جنگ جهانی، ما هم کشته دادیم. منم اصلا توی فضاها نیستم، ما از اصل ماجرا جدا نشیم. توی بخش سوریه وقتی تغییرات این چینی شروع شد، ترکیه مهاش رفت ایران و روسیه. بازی بزرگی بود، بازی بزرگان بود، دسترسی به حوزه شرق، این دسترسی به پهنه ساحلی سیاه، دریای سیاه، مرمر اژه، مدیترانه تا دریای سرخ. ترکیه اومد تو پلن بیش، توی ترکستان بزرگ، توی قفقاز هم خیلی تلاش کرد اما نتونست اون کریدور باز کنه. ایران تمام لوجستیک ارتش رو برد لب مرز، به شدت اخطار داد. روسا هم کاملا تو این فضا تحت شعاع قرار دادن آذربایجان رو و میبینید دستاوری نداشت. تو امتدادش تو قزاقستان هم میبینید این فضا برگشت. قرقیزستان اومد با ایران توافق امضا کرد. تاجیکستان سطح تجارتش تو همین دو ماه 103% افزایش پیدا کرده. قزاقستان داره با ما توافق امضا میکنه. تمام این پلن هایی که در واقع رخ میده، ترکمنستان با ایران توافقات امضا میکنه. این نظم نوینه بر پایه محور مسکو تهران، مسکو پکن رفت، مونده محور مسکو برلینش و فرانکو برلین، که این برلین و فرانسه و آلمان رو ما یه محور قدرت مرکزی تعیین میکنیم که حالا باید ببینیم تو اون بخش اروپا. اروپا خیلی خیلی خنگن، ببخشید من توی این فضا صحبت میکنم. اروپا یک جای بسیار مهمیه، تاثیرگذار هست در دنیا، اما هیچگاه مدیریت تنش در تنش تو اروپا شکل نگرفت. سیاستی که همگونی ایجاد کنه بین کشورها همیشه تضاد پررنگتر بود. ببینید بین روسیه و ایران، ترکیه همیشه تو منطقه رقابت بود، ولی مدیریت تنش در تنش بود. مثلا ترکیه تو سوریه جایی رو میگرفت، سریع گفتگاه شکل میگرفت، کوهنهای به ترکیه میدادن. ایران یه نقطه رو میورد میگرفت، گفتگاه شکل میگرفت، منجر به روبروی نظامی نمیشد. این مدیریت تنش تو اروپا نی. فرانسه با بریتانیا اصلا اینا یک استقلال تصمیم گیری، ائتلاف های چندگانه محکم پایدار ندارن و ما هنوز تو بخش اتصال اوراسیای اروپا کمی مشکل داریم. بعد ببینیم روسیه نوع بازی که تا الان بی‌نظیر بوده به چه شکل پیش میبره. آذربایجان بر اساس نظم نوین جهانی در اختیار سیاست های همسو با حوزه شرق، در امتداد منافع ایران و روسیه و منافع خود آذربایجان شکل میگیره. بر اساس این مفاد اسرائیلی ها باید از اونجا خارج بشن، پایگاه نباید داشته باشن احتمالاً. یه سری از مواردش هم که حتما رسانه‌ای نشده. درود بر شما، سعی کردم مواردش رو بگم، باز هم اگر اتفاقی بیفته در خدمتتون هستم. روز روزگار بر شما خوش.